سلام، دوشنبه 27 مهر ماه 88 19 اکتبر 2009 میلادی. ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه در برنامه دیروز یک اشکالی نصبش روی سایت پیش اومد، یک تأخیری شده، البته روی فیسبوک به موقع قرار گرفته و شاید تا یکی دو ساعت دیگه روی سایت و اون گروه گوگل و غیره بیاد و یوتیوب، ولی از اینجا عذرخواهی میکنم برای اشکالی که پیدا شده بود. اما امروز 6 موضوع رو راجبش صحبت میکنم. موضوع اول سایت بازتاب که نزدیک به آقای محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه هست، خبر از این داده بود که در سپاه بچه های قدیمی تر و بچه های جبهه و جنگ که حسابی هم مشکل دارن، مسئله دارن با این وحشیگری ها و آدم کشی های یک عده فرمانده خونریز و راندخور، در واقع کنار گذاشته شدن، کاری بهشون ارجاع نمیشه و در گذاشتن پیش پاشون که تقاضای بازنشستگی بکنن و اگر تقاضای بازنشستگی بکنن شاید تا دو برابر حقوق هم بدن که از سپاه برن بیرون. به این ترتیب باید گفت که در سپاه تصفیه مخالفین این کودتا و مخالفین سرکوب و کشتار مردم آغاز شده و مسیری است که با اخباری هم که ما هم داریم از کانال‌های دیگه کاملا تطبیق میکنه و نشون میده اون حرفایی که مطرح بود که اگر در 13 آبان قرار باشه سپاه دست به خشونت و سرکوب بزنه، یک عده حسابی در سپاه مطرح کردند که رو در روی اون خواهند ایستاد و بنا ندارند که اجازه بدن سپاه اینطور رو در روی ملت بشه. حرفایی است که به تدریج ابعاد مختلفش داره معلوم میشه و خبر از مشکلات جدی میده. به نظرم در واقع اون اختلاف افتادن در حکومت تا از مرز نیروهای امنیتی رد شده و به اون کور اصلی کودتاچی ها روز به روز نزدیکتر میشه و اونجاست که باید که ادامه مقاومت ما، ادامه اعتراض مردم مطمئنن وجدانهای خفته رو بیدارتر میکنه و پیوستن گروه های مختلف رو مردم تسهیل میکنه در سازمانی مثل سپاه. نکته دومی که میخواستم بگم مسئله انفجاری است که در بلوچستان، عملیاتی است که اتفاق افتاده، یک گروه تروریستی مثل جندالله مسئولیتش رو پذیرفته که به هر صورت کار تروریستی و خشونتبار به هر شکلش از جانب هر گروهی با هر انگیزه‌ای محکومه و مورد پذیرش ملت ایران نیست. اما اونچه که اتفاق افتاده و کشته شدن پاره ای از چند نفر از فرماندهان سپاه، هم جزو 29 نفر کشته ای که این حادثه داشته، این شایعات رو حتی دامن زده که این عملیات، این حرکات، غیر از این که می تواند معلول اتفاقاتی باشه که در سرکوب گروه های اقلیت مذهبی یا قومی کشور ما اتفاق میفته، امری که روزانه ظلم میشه به گروه های قومی و دینی ما که در اقلیت هستند و حق دارند که احقاق حق کنند ولی نه از مسیر خشونتبار. ولی غیر از این، این شایعات رو هم دامن زده که ممکن است که با مسائل درون سپاه، با تصفیه های درون سپاه ارتباط داشته باشه و توطئه های عجیب غریب پشتش باشه. البته اینها از جنس حرفایی است که طبیعتاً هیچ کس نمیتونه الان صحت یا سقم یا ردش رو تایید یا تکذیب بکنه، ولی با توجه به اینکه الان تنش در سپاه هست، با توجه به اینکه مشروعیت زدایی شده از حکومتی که آنچه که میگوید مورد پذیرش هیچ کس قرار نمیگیره،
دامن زدن به اینجور شایعات، یعنی مطرح شدن اینجور شایعات، به هر حال کاملا حداقلش این است که فضا رو نشون میده و بی‌اعتمادی رو به دستگاهی مثل سپاه نشون میده. نکته سومی که میخواستم بگم سوالاتی بود که اومده بود که در نمایشگاه مطبوعات که از روز سه‌شنبه در محل مصلای تهران آغاز میشه، سبزها آیا حضور میتونن داشته باشن، شعار خودشون رو بدن و جنبش در واقع حضور خودش رو مطرح کنه؟ قطعا این اصل کلی رو یادمون نره. ما هر جا که امکان حضور داشته باشیم، هر جا که بتونیم وی جنبش رو نشون بدیم، شعارهای جنبش رو، علامتهای جنبش رو، پلاکاردهای جنبش رو جمعی شعار بدیم و حضور خودمون رو مطرح کنیم در هر محل تجمع راهپیمایی که قانوناً میتونیم حضور داشته باشیم، حتما باید این کار رو بکنیم، به شرط اینکه مسائل امنیتی رو رعایت کنیم. لذا خواهش من این است که دوستانی که میخوان از فضای نمایشگاه مطبوعات استفاده کنند و شعارهای جنبش رو در ابعاد مختلفش مطرح کنند، قبلا حتما ارزیابی لازم رو از شرایط داشته باشن، از ورودش، از خروجش، از نوع کاری که میخوان بکنن، تظاهرات برق‌آسا آیا هست، چند دقیقه است، چند ثانیه است، چجوری حرکت میکنن، بعد دست به هر نوع فعالیت مدنی و غیر خشونتباری که میخوان بزنن. و باز هم تاکید میکنم که به هر حال از هر فعالیت هم که میکنید عکس و فیلم فراموش نشه. کسی باید یک یا چند نفر مسئول این کار بشن، برای اینکه یکی از یک بخش از هر حرکت و اکسیونی است که ما میکنیم، اگر ازش بتوانیم فیلم و عکس تهیه بکنیم. مطلب چهارمی که میخواستم بگم دیدار آقای مهندس موسوی با خانواده آقای امینزاده است و تأکید ایشون بر اینکه مردم مصرند بر گرفتن حق خودشون، شعارهایی که مطرح کردن و خواستهایی که دارن، و تأکید جالبی هم که ایشون کرده بر اینکه روز 13 آبان که کسانی که در واقع به عنوان اعتراض به امریکا اون روز به سفارت امریکا رفتن، کسانی که بانیان این کار بودن امثال آقای میردامادی، الان در زندانن و حکومت جالبه که این روز رو میخواد به روال هر سال مراسم بگیره، در حالی که کسانی که این کار رو بانیش بودن خودش گرفته کرده تو زندان، و این هم یکی از تناقض‌های حکومت فعلی است. به هر حال این اشاره آقای مهندس موسوی دوباره ما رو مصرتر می‌کنه بر اینکه روز 13 آبان برای مبارزه با استکبار، در درجه اول استکبار داخلی و بعد استکبار جهانی، نه شرقی نه غربی، دولت سبز ملی گفتن، صلح برای دنیا، دموکراسی برای ایران، پا در خیابون بگذاریم با تعطیل کردن همه کارهامون و با صف یک پارچه از فضایی که ایجاد میشه استفاده بکنیم و یک بار دیگه حضور میلیونی مردم رو هم در کشور خودمون نشون بدیم و اتحادمون رو تقویت بکنیم و یک پارچگیمون رو هم تمام دنیا که عرض کردم تقریبا لحن رسانه‌های گروهی و محافل سیاسی جاهای مختلف آماده شده که در این روز هم مردم رو میلیونی ببینه و هم در واقع حرف‌های سیاست خارجی جنبش سبز رو از مردم بشنوه. نکته پنجمی که می‌خواستم بگم، این رو هم بگم در نکته قبلی، که از الان تا 13 آبان من سعی خواهم کرد بر اساس سوالاتی که میاد و تجربه‌ای که در روز قدس داشتیم یک مروری بر تجربیات گذشته‌مون بکنیم که در این اکسیون جدید، در این راهپیمای جدید به استفاده بهینه کرده باشیم از تجربه گذشته. مطلب پنجمی که می‌خواستم بگم طرحی است که آقای عسکرالدی و جمعی دیگه مطرح کردند که برای وفاق و حل مشکل سیاسی به آقای خامنه‌ای دادند و سایت آقای علی لاریجانی هم تایید کرده که این طرحشون رو دادن به آقای خامنه ای. آقای عسکرالدی البته از آقای خاتمی، کروبی و موسوی تعریف کرده و دنبال به هر حال یک جور راه حل می‌گردن. به قول معروف مبارزه مبارزه، گفتگو گفتگو، هیچ فرق نداره، ولی کف خواسته ملت،
کف خواسته این ملت این است که دولت کودتایی اجنبی ساخته بی قید و شرط باید بره کنار. در حضور دولت متقلب کودتایی هیچ فرمول و هیچ راه حلی قابل قبول نیست. مطلب آخری این است که وقتی یک حکومتی مشروعیت زدایی ازش میشه هیچ حرفش رو مردم باور نمی‌کنن، از جمله حتی زلزله که شایعات هست انفجار شده. و نکته جالب این است که مرکز ژئوفیزیک امریکا هم که تمام زلزله ها در سراسر دنیا رو ثبت میکنه زلزله‌ای در ایران گزارش نکرده و این بر ابهام افسوده. به هر حال این هم از مشروعیت زدایی حکومت. تا فردا شاد پیروز و موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.